خانم ویدا رستم علی پور امروز بالاخره بعد از 9 ماه و 93 جلسه در واقع دادگاه حمید نوری قراره که حکم نهایی اعلام بشه. لطفاً از حسال خودتون بهم بگید. من میدونم که دیدم در جلوی دادگاه جو بسیار پر از انتظاری وجود داره. چه حسالی دارید الان؟ خب الان سالیان سالی که ما دادخواهی میکنیم و منتظر هستیم که سران جمهوری اسلامی به خاطر کشتارهایی که از دهه 60 تا حالا انجام دادن پاسخگو باشن و یکی از اونها اینجا هستش. خب من احساس دارم، احساس خوبی دارم و با وکیلم صحبت کردم، به من دلخوشی داده که حتما حکم خوبی رو میگیری، حبس ابد رو میگیری که من فکر میکنم خیلی خوبه. در واقع الان نزدیک یک هفته است که من خیلی حالتی چیزی دارم، استرابی دارم، شبا از خواب بیدار میشم فکر میکنم که آیا واقعا این حکم که در خورش هست میگیره و امیدوارم که همچین اتفاقی بیفته و ما به آرزوی سالیان سال که دادخواهی کردیم امروز لاغر یک نقطه امیدی برای ما باشه. البته این حکم اولین حکمه، ما منتظر حکمای بعدی هم هستیم، منتظر افرادی که در این کشتارها شرکت داشتن اونها هم محاکمه بشن. ولی خب این میتونه در واقع این حکم که میاد حکم حمید نوری نیست، این حکم در واقع رژیم جمهوری اسلامیه، چون حمید نوری یکی از اونها بوده. در واقع این حکم ثابت میکنه که جمهوری اسلامی در کشتار جوانای ایران دست داشته، بچه ها رو شکنجه کرده و با داشتن حکم اونها رو اعدام کرده. فقط چیزی که خیلی برای من اهمیت داره که این عزیزان ما فقط هدفشون آزادی و برابری آدم ها بوده و اینا جرم دیگه ای به نظر من جرم نیست، نداشتن که بخوان اعدام بشن. خب به نظر شما این دادگاه فارغ از نتیجه‌اش چه تأثیری میتونه روی روند دادخواهی داشته باشه، با توجه به اینکه میدونیم که خب این اولین جنایتی نبوده که در جمهوری اسلامی صورت گرفته و خود همین جنایت هم بسیاری از عاملین و عاملین زیادی توش نقش داشتن؟ ببینیم، ما سالیان سال دادخواهی کردیم، مثلا تظاهرات شرکت میکردیم، برنامه زندانی های سیاسی میذاشتیم که خب تعداد خیلی کمی میمدن چون مردم آگاهی نداشتن که چه اتفاقاتی در دهه 60 به خصوص در سال 67 اتفاق افتاده. اولین بار در دادگاه سمبولیک ایران تریبونال ما رو به ایران صحبت کردیم که خیلی مردم به ما تماس گرفتن و احساس ابراز همدردی کردن. در این دادگاه در واقع چون دادگاه رسمی هست و دادگاه سویت هست، به مردم ایران این امید میده که در هر حال امید هست که دادگاه های انسانی وجود داره که این افرادی که کشتار کردن محاکمه میشن. الان هنوز هم در ایران آبان، کارگرا، معلما، بازنشسته‌ها، حتی مادرای آبان رو گرفتن. ما همه یک خانواده هستیم. از دهه 60 شروع شده تا الان هم ادامه داره. در زمانی که ما بودیم مدیا خیلی بسته بود، ولی الان باز هست و همه صداها میرسه و این در واقع امیدی رو به مردم ایران میده که تنها نیستن. مردم جهان میشنون که چه جنایتی در جمهوری اسلامی داره انجام میشه. خب میدونیم که در روزهای گذشته هرچه به زمان حکم نزدیکتر میشدیم جمهوری اسلامی فشارهاشو بیشتر میکرد و خواستار در واقع آزادی حمید نوری بود. شما این تلاشا رو چطور در چه راستای ارزیابی میکنید و میبینید؟ ببینید زمانی که دادگاه تموم شد، من از مادرای خاوران، خانواده خاوران شنیدم که دور خاوران دیوار کشیدن و دوربینای خیلی بلند گذاشتن و از ورود خانواده ها به این مکان جلوگیری میکنن و نمیذارن که برن خانواده ها گل بذارن. من فکر میکنم اینها میترسن به خاطر که بعد از دادگاه نوری و دادن حکم به حمید نوری شاید هیئتی از عفو بین‌الملل بخواد بره این سندها رو، این سند جنایت خاوران ها رو بررسی کنه. به این خاطر اینها از پیش زمینه چیدی کردن و یه دونه برنامه رو من در یوتیوب دیدم که فامیل نوری رفتن اونجا صحبت کردن در ایران که نوری رو شکنجه کردن، کتک زدن و از این چیزها مطرح کردن که به نظر من اینها میخوان یک جوری جو رو متشنج کنن که بگن که در واقع به امید به نوری بدن که تو اگه حکم بگیری ما پشت هستیم. و حتی حمید نوری در آخرین جلسه گفت
به نظر پیامی داد به سران جمهوری اسلامی، گفت همگی با هم بینیم تو کشتی، یعنی اگه قرار بشه که این حکم بگیره حتما ساکن نخواهد نشست و شاید سران جمهوری اسلامی هم که در این کار نقش داشتن رو شاید افشا بکنه. من به این امیدوار هستم. خیلی ممنون از شما خانم رستم علی‌پور.